انفجار دادن موتر حامل طالبان با تمام سرنشینانش در پنشیر، اعلام جبهه مقاومت در قلب کابل، تصاویر تازه از فرماندهان جبهه مقاومت سیفی و امیری، بازداشت فرد به اتهام جرایم اینترنتی در هرات از سوی طالبان، نزدیک به 200 افغان به شمول 143 پیلوت تاجکستان را ترک کردند، تیرباران دو فرمانده ارتش پیشین در توسط طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رادیو آزادی گزارش میدهد نزدیک به 200 افغان به شمول 143 پیلوت تاجکستان را ترک کردند. این تیاره را ایالات متحده آماده کرده بود. انتظار می رود که این افغان ها در ایالات متحده جا و جا شوند. در این پرواز 50 افغان دیگر به شمول خبرنگاران نیز شاملند. یک نماینده سفارت ایالات متحده در دوشنبه به خبرنگار رادیو آزادی گفت این افغانان پس از آمریکا و 3 کشور دیگر انتقال می‌یابند. این پیلوتان آموزش دیده در آمریکا 3 ماه را در تاجکستان در بازداشت به سر می‌بردند. این پیلوت‌ها با تیاره‌های پیشرفته‌شان در آخرین لحظات جنگ افغانستان وارد تاجکستان شدند. حمله لفظی امرالله صالح بالای طالبان. وقت نان نباشد مردم رژیم را خواهند خورد. اندپندنت فارسی. امرالله صالح وضعیت زندگی شهروندان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان، در توییت تازه نوشته است که رژیم طالبان با ظلمی که به مردم میکند دوام نخواهد داشت و با مقاومت مردم نابود خواهد شد. امرالله صالح وضعیت زندگی شهروندان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند و نوشت برای طالبان در کابل و حامیان آنها در راولپندی گرسنگی 23 میلیون نفر پیروزی نامیده می شود. بدانید که این ظلمان ها دوام نخواهد آورد و نابود خواهند شد. آقای صالح مانند گذشته بار دیگر پاکستان را حامی طالبان و عامل وضعیت کنونی افغانستان دانست. او گفت پاکستان می خواست افغانستان و ایران شود، بزانو در آید و حاکمیت بی تدبیر آن را رهبری کند و حالا به این هدف رسیده است، اما حفظ این دستاورد پاکستان غیر ممکن و بزودی با مقاومت مردم متلاشی و نابود خواهد شد. صالح پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز تأکید کرده بود که طالبان قدرت را به کمک پاکستان تصاحب کردند، اما نمی توانند آن را نگه دارند. او گفت وقت نان نباشد مردم رژیم را خواهند خورد. تاریخ این را ثابت کرده است. پاکستان نه این ملک را می تواند ببلعد و نه می تواند حمایت کند. مردم دوباره حاکم خواهند شد. صالح در ادامه افزود حمایت از گروه تروریستی طالبان برای پاکستان به دلایل مختلف مقدور است، اما بقا ندارد. طالبان از بازداشت فردی به اتهام جرایم اینترنتی در هرات خبر داد. طالبان در هرات مردی را به اتهام هک کردن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده است. طبق خبرنامه فرماندهی پلیس هرات، فرد بازداشت شده برای هک کردن برخی حساب‌های شخصی افراد در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، واتساپ و تلگرام اقدام کرده است. از نزد فرد بازداشته یک پای کامپیوتر، لپتاپ، سیم کارت های بدون راجستر و دیگر ابزارهای اینترنتی به دست آمده است. این برای نخستین بار است که طالبان از بازداشت فردی به اتهام جرایم اینترنتی خبر می دهند. تصاویر از فرمانده سیفی و امیری. مقاومت ادامه دارد. منابع در ولایت پنشیر تایید کردند که مقاومت علیه طالبان در افغانستان هنوز ادامه دارد. با گزارش سپوتنیک، یک منبع با فرستادن تصاویری از فرماندهان جبهه مقاومت
حامد سیفی و خالد امیری تایید میکند که مقاومت در ولایت پنجشیر ادامه دارد. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی رسمی جنبش طالبان میگوید آمریکا در صورت که از جبهه مقاومت افغانستان بر رهبری احمد مسعود حمایت کند این کشور توافقات دوحه را نقض کرده است. مجاهد در گفتگو با شبکه یک تیوی نیوز افغانستان گفت که اگر آمریکا اقدام به حمایت از جبهه مقاومت افغانستان کند، توافقات منعقده در دوحه دیگر غیر معتبر خواهد بود و چنین توافقات کارایی نخواهد داشت. نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر به رهبری احمد مسعود جبهه مقاومت ملی را سازماندهی کردن. امرالله صالح معاون رئیس جمهور سابق که خود را سرپرست دولت اعلام کرد از جبهه مقاومت اعلام حمایت کرد. در این حال آماج نیوز روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: ویدیو گروهی از جوانان مسلح در کابل از جبهه مقاومت اعلام حمایت نمودند. همچنان کویان پرس گزارش می‌دهد جبهه مقاومت به اهداف طالبان در پنجشیر حمله کرده است. منابع تایید کردند که این حمله شب گذشته اجرا شده و در پی آن یک تانک طالبان منهدم شده و تلفات نیز به این گروه وارد شده است. حملات هدفمند به طالبان در این ولایت سبب شده که طالبان از روستاهای دوردست این ولایت عقب نشینی کرده و به مرکز ولایت و در جاهای امن جابجا شوند. طالبان این رویداد را رد و یا تایید نکردند. و در پایان، طالبان دو فرمانده ارتش پیشین را در تخار تیرباران کردند. 8 صبح تخار. منابع محلی در تخار بر روزنامه 8 صبح میگویند که نیروهای طالبان شعیب آریایی و سهراب حقانی دو فرمانده نظام پیشین را در این ولایت تیرباران کردند. این رویداد صبح روز سه‌شنبه 18 مقرب در ولسوالی چاه‌آب رخ داده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.